بهمن مقصودلو نویسنده کارگردان و تهیه کننده از نیویورک آمریکا و آقای مصطفی عزیزی تهیه کننده تلویزیون و سینما از تورنتو کانادا. طبق روال همیشگی این توضیح رو نیز اضافه بکنم که ما در افق نو بر اساس موضوعات از کارشناسان محترم دعوت به حضور میکنیم که نظر این عزیزان الزاماً همخوان با نظر صدای آمریکا نیست. آقای مقصودلو، با شما آغاز کنم. آیا شما به وجود پدیده مافیا در روابط و حوزه تولید و پخش در سینما ایران معتقد هستید؟ با درود به بینندگان برنامه افق نو، بله، من معتقد هستم، ولی این یکی از مشکلات اساسی سینما در ایران هست. هر وقت وقت کنم من به توضیح بیشتر میپردازم که این مشکلات دیگر چیست. زمان برای شما. مشکلات رو در کجا میبینید آقای مقصودی؟ مشکلات سینما ایران بسیار وسیعه. اگه به نمودار فیلم‌های ایران در جشنواره‌های بین‌المللی همین امسال نگاه بکنیم، مثلا دو روز پیش فستیوال لوکارنو انتخابات خودش اعلام کرد، از ایران فیلمی نبود. فستیوال کن رو نگاه کنید، فستیوال برلین رو نگاه بکنید، فستیوال ونین رو نگاه کنید. نزول انتخاب فیلم‌های خوب هنری یا تولید فیلم‌های هنری بین 90 فیلمی که در سال ساخته میشه به شدت چشمگیره. و این مشکلات به این صورت است. در درجه ابتدا کنترل کامل دولت به سینماست، یعنی از سناریو گرفته که شما باید یک پروانه بگیرید، بعد تولید فیلم باید پروانه بگیرید، پایان فیلم باید پروانه بگیرید، نمایش فیلم باید پروانه بگیرید، فرستادن به فستیوال باید پروانه بگیرید و پخشش که باید پروانه بگیرید، یعنی همه کنترل میشه. در قسمت دوم سانسور سینماست که در 4 مورد هست: مذهبی، سیاسی، اجتماعی و در مورد دیگر سلیقه‌ای. در مورد سوم عدم حمایت دولت از فیلمسازان مستقل و غیر ایدئولوژیک هست که اصلاً امکان فیلمسازی براشون وجود نداره، مثل ناصر تقوایی که می‌بینیم نمیتونه فیلم بسازه، فرمانارا چند سال به چند سال ممکنه یک فیلم بسازه، و یا فیلمسازان دیگری که میتونم اسم ببرم، رسولوف به ندرت فیلم می‌سازه، آقای پناهی اصلاً در زیر خانه نشینی است و اگر فیلم می‌سازه با کمال مخفی کاری یک فیلمی با امکانات بسیار کم میسازه، و یا 4 فیلمساز و 5 فیلمساز بزرگی که ایران رو ترک کردن: امیر نادری، مخمل باف و یا بیزایی عزیز قبادی که ترک کردن ایرانو. از طرف دیگه غیر از عدم حمایت این گروه، ما نگاه میکنیم به مافیایی که شما پرداختید. این قسمت 4 هست، یعنی اون 3 مشکل مشکلات اساسی است. قسمت 4 مافیای سینما ایران هم به 2 دسته تقسیم میشن و اون 2 دسته دولتی و غیر دولتی هستن. باز دولتی رو اگر نگاه کنید به 2 دسته بخش میشن. یکیش حوزه هنری هست، با اختیار داشتن 110 سینما در ایران. ما در ایران الان 300 تا سینما داریم حدوداً. در گذشته با 30 میلیون ما تقریبا 485-90 تا داشتیم، الان با 80 میلیون جمعیت حدود 300 تا داریم. 1/3 در اختیار حوزه هنری، هر فیلمی بخواد تولید میکنه، هر فیلمی رو بخواد قلب میکنه، قلب حقیقت، و در اختیار داشتن این سینما قدرت بسیاری بهش میده. قسمت دوم دولتی ها قسمت هایی هستن که یک موقع معاونت سازمان وزارت ارشاد، معاونت سینمایی رو به عهده داشتن، یا مقامات عالی رتبه سینمایی وزارت ارشاد در اختیار داشتن. اینها بعد از استعفا، بعد از برگزار از کار بیرون رفتن یا اخراج شدن یا استعفا کردن، یه دیر دور خودشون جمع میکنن و یک گروهی رو برای خودشون درست میکنن که این گروه گروه دیگری است که صاحب قدرت و مال و رانتخاری است. و دسته دوم که غیر دولتی ها هستند، دسته ای هستند که رانت از قسمت های مختلف، سازمان های مختلف، مذهبی، غیر مذهبی، شهرداری ها، شهرداری تهران میگیرند و بعد به علت تولید بسیاری از فیلم های مبتذل و فیلم های کمدی که نمیتونم مثلا اسماشون رو براتون بگم که بسیار زیادن، نه تنها سلیقه عمومی رو پایین آوردن، به تخریب سینما ایران هم پرداختند و اینها با پول زیاد حتی سینما خریدند و با سینما رو کنترل میکنند و تعدادشون هم محدوده. یعنی شما حالا با این مشکلات عدیده ای که من الان شمردم ببینید این سینما چه حال نزولی داره در پیش میکنه. سپاسگزارم آقای مقصودلو، به شما باز خواهم گشت. آقای عزیزی، شما چه فکر میکنید؟ آیا روابط ناسالمی که بسیاری از هنرمندان حوزه سینما در ایران از اون گله‌مند هستند رو باید در
حوزه فساد عمومی در ایران دید یا نه یک پدیده خاص در حوزه هنر هست با توضیحاتی که آقای مقصودلو هم فرمودن؟ اجازه بدید من هم سلام کنم خدمت بینندگان خوبتون استاد عزیزم جناب آقای مقصودلو و خود شما. من فکر می‌کنم بسیاری از مشکلاتی که جناب آقای مقصودلو فرمودن هم عامل وجود مافیاست هم نتیجه وجود مافیاست. به طور کلی اگه بخوایم تحت این لغت مافیا بحث خودمون رو جمع بندی کنیم، اونم به این شکل که ما اصولا خب در ایران یک حکومت داریم که بسیاری از کاراشو تحت نام بخش خصوصی انجام میده. حالا یک بخشش هست اسمش دولته، یک بخشش هست که دولت نیست. مثلا سازمان سینمایی اوج که خب شما برید بخونید میگن یک مردم نهاده ولی خب مال سپاس، یا حوزه هنری که زیر نظر رهبری اداره میشه، یا سازمان شهرداری ها که بخش زیادی از سینماها رو دارن و بودجه انگفتی توی این زمینه. یعنی تو بخش چه بخش نظارتی که حکومتیه، هم دولتی هم حکومتیه. دولتیش خب وزارت ارشاد و اینا وجود دارن، حکومتی هم که نیروهای فشار خیلی قوی وجود دارن. به این خاطر که فیلمی که حتی وزارت ارشاد بهش مجوز میده بعد این گروه های فشار میکشنش پایین به قول معروف و نمیذارن اجرا بشه. و توی بخش اقتصادیش هم بخش صنعتی ماجرا هم که یک بخشی که اصولا در تمام صنایع ایران یعنی هر جا پولی وجود داره مافیا و اینا هم وجود داره. یعنی شما الان مثلا نگاه کنید سر معضل آب، کارشناسای آب میان میگن که مافیای آب، سر هر جا که ما انگشت بذاریم این مافیا حضور داره، از جمله در سینما. یعنی وقتی که جای پول توش ساخته بشه مافیا هم توش به وجود میاد، به خصوص در دوران قبلی که قیمت نفت در یک مقطع زمانی بالا رفت و یک دلارهای هنگفتی ریخته شد و به اصطلاح شروع کردن به استفاده از این دلارها، ما یه دفعه با شخصیت‌های مثل بابک زنجانی اینا روبرو میشیم که اینها میان داخل صنعت سینما، که یه بخشی از این آمدنشون داخل صنعت سینما به خاطر اینکه اینا دنبال هویت و جایگاه هستن، چون عمدتاً آدم‌های بی‌ریشه‌ای هستن. حالا آقازاده‌هاشون که بی‌ریشن دیگه وای به حال غیر آقازاده‌هاشون. بعد اینا میخوان با چسبیدن به هنرمندهای مشهور و با کنار اینا عکس یادگاری گرفتن در واقع یه جور هویتی کسب کنن. از یه طرف دیگه این شیوه بوده که آل کاپون از دیگه خیلی واژه پولشویی از با آل کاپون وارد به اصطلاح ادبیات جهان شد، مایل لندری. این آل کاپون هم دقیقاً همین کارو میکرد، یعنی اومده بود یه بنیادهای خیریه درست کرده بود، پشت این بنیادهای خیریه اون وقت به فعالیت‌های قاچاق و فعالیت‌های ممنوع خودش میرسید و هم فرارهای مالیاتی میکرد هم کارهای دیده. که حتی وقتی که آل کاپون به دلیل به جرم فعالیت به جرم به اصطلاح خلافهای مالیاتی دستگیر شد، بسیاری آمدن اعتراض کردن که این انسان خیر و انسان دوست و شما چرا بازداشتش کردید. این اتفاق دقیقا داره تو سینمای ایران هم میفته، یعنی چهرهایی که میرن مثلا 1000 میلیارد صندوق فرهنگیان 8000 میلیارد وام میگیرن بدون هیچ ضابطه ای طبیعتا، بعد مثلا 10 میلیاردش 50 میلیاردش 100 میلیاردش هم میارن تو صنعت سینما که خب پولی نیست در مقابل 1000 میلیارد 8000 میلیارد، ولی با همین چیزی که میارن برای خودشون یک حاشیه محبوبیت ایجاد میکنن. که شما نگاه کنید همین حاشیه محبوبیت باعث میشه که مثلا یک شهروندی آقای نادر فتوحی که مثلا میاد اعتراض میکنه، پرسش میکنه، تازه حرفی هم نزده پرسش میکنه، میگه از کجا آمده این پولا، چه چیزی آمده، به جای پاسخگویی از شکایت میشه و براش احضاریه فرستاده میشه که بره به دادگاه مراجعه کنه. ولی شخصی که حداقل متهم به این ماجرا بوده راحت از کشور خارج میشه، میاد همین تورنتوی ما و
هتل ترامپ هم میره. یعنی منظورم اینه که مافیا یعنی این دیگه، یعنی شکل و شمایل کاملا اتفاقا دون کورلونه نامحترمش رو داره. یعنی خود دون کورلونه تو پدرخوانده هم مثلا یه کارگردان سینما رو میخواد بانه کنه، فامیلشون رو بیاد اینجا سر اسمش رو میذاره کنار تحتش. حالا اینجا هم در واقع به روش های مافیایی، جنگ های مافیایی، بعضی وقتا هم این مافیاها با هم درگیر میشن که ما از وسط دعوای اینا یه سری چیزا رو متوجه میشیم، یه سری اطلاعات میریزه بیرون. حالا بعد در بخش های بعدی من سپاسگزارم آقای عزیز، به شما برمیگردم. سپاسگزارم از توضیحاتتون. آقای مقصودلو، شما در آمریکا کار سینمایی میکنید و روابط گسترده ای هم بدون شک دارید. در مقایسه با ایران، آیا روابط ناسالم یا به قول سینمایی ها در ایران مافیای سینما مختص ایران هست یا یک پدیده معمول هست در همه جای دنیا؟ شما اگر مقایسه بکنید چه میگید؟ خواهش میکنم. در ابتدا بذارید من ریشه مافیا و تعریفش رو برای شما بگم که بتونیم یک نگاه جامع تری به این مسئله بشه. چه مافیا یه ریشه که از سیسیل میاد، مافیوزو اصلش هست. بلی. و این گروهی بودن که به کارهای نه جنایت، به کارهایی پرداختن که پولساز باشه ولی غیر قانونی باشه، مثلا پخش مواد مخدر، فحشا و یا هر نوع قرارداد، هر کاری که پول قرض دادن با بهره بسیار بالا و غیره. و هر کشورم برای خودش مافیا داره. ایتالیا داره بهش میگن مافیوزو، آمریکا داره بهش میگن مافیا. مافیای روسیه هست، مافیای کشورهای دیگه هم هست. پس تعریفش اینه که اینا کارهای غیر قانونی میکنن، گروه هستن، به هم وابسته هستن، تیمی کار میکنن که پول بسازن. در ایران هم هر جا مرکز پول هست، یه عده به اونجا اومدن بدون تخصص و فقط برای ساختن پول. سینما یک مرکزش، فوتبال یک مرکزش در ایران، و همینطور شما بگیرید برید جلو، هر کسی تونسته قدرت داشته اومده وارد اون هیته شده که پول بسازه با کارهای غیر قانونی. و این در مجموع بهش میگن خب مافیای این کار با بده بستون. ببینید کمپانی های آمریکا وقتی شروع به فیلم سازی در اوایل قرن 20 کردن، مثل پارامونت، یعنی 5 تا 6 تا وارنر و ام جی ام، یونایتد آرتست، اینها صاحب سینما بودن در آمریکا، یعنی فیلمو می‌ساختند و بعد در سینماهاشون هم پخش می‌کردن. این خیلی انحصاری بود و دیدن که شکایت ازشون شد، شکایت به دادگاه سوپریم کورت آمریکا رفت و بالاخره در 1948 سوپریم کورت آمریکا رأی داد که آقای کمپانی‌های پنجگانه در اون موقع، شما باید سینماهاتون رو بفروشید و حق داشتن یک سینما ندارید. و این کم کم از 1948 تا دهه 50 کم کم سینماهاشون رو فروختن. سینماها به گروه‌های دیگه ای تعلق گرفت، نه که اینا باز برن پشت پرده به صورت یک شرکت دیگه صاحب سینما باشن. خیر، اینو یخشون رو می‌گرفتن و به زندان می‌انداختن. پس آمریکا اجازه نداد کمپانی‌های تولید فیلم صاحب پخش فیلم باشن و سینماها مستقل شدن. این در ایران اتفاق نیفتاده. چطور میشه یک حوزه سینمایی، حوزه یک سازمان دولتی صاحب 110 تا سینما باشه؟ اینو باید ازش بگیرن به مردم بدن، یعنی به بخش خصوصی بدن. و کنترل سینما باید از دست دولت اگر بخواد، و از اصولا دولت باید در تمام کارا میدونیم نظارت بکنه، ایرادی نداره، ولی باید کنترل برداشته بشه. اگر این سینما بخواد نجات پیدا بکنه که من بعید میدونم، و اینو من از سال 2000 پیش بینی کردم که چاپ شده در مجله هالیوود ریپورتر، با من مصاحبه داشتن، گفتم از نظر اقتصادی چون الان داره همه چی به نفع یک عده رانتخار میره و سینما داره از هر نظر تولید و محتوا سقوط میکنه، ما در دنیا هم در حال سقوط هستیم و این سینما در حال سقوطه. آقای عباسی عزیز، سپاسگزارم. آقای مقصودلو، آقای عزیزی، آقای مقصودلو به نهادهای دولتی و صنفی اشاره کردند. همه جا صحبت از ارگانهای دولتی و بعضی وقتا نهادهای صنفی در حوزه سینماست که عامل ایجاد روابط ناسالم و یا فساد رویکردی هستند. شما چه فکر میکنید؟ آیا نهاد دولتی است که باعث این به اصطلاح روابط ناسالم در سینما ایران شده، یا نه نتیجه کنشهای نهادهای صنفی مستقل هست؟ والا من دوست دارم بیشتر از نهادهای حکومتی استفاده کنم که واژه عام‌تریه، به خاطر اینکه تو که فقط آقای عزیزی کوتاه بفرمایید که من به سوال‌های دیگر هم برسم. بفرمایید.
آره به نظر من نهادهای حکومتی در واقع، نهادهای حکومتی، حالا از نهادهای انتخابی مثل مثلا شورای شهر و مجلس و اینا گرفته تا سپاه و جاهای دیگه که نقش دارن و حالا بعدم وزارت ارشاد و بنیاد فارابی و جاهای مختلفی که نقش دارن، اینا همه در شکل دادن این مافیاها به شکل‌های مختلف نقش دارن. یعنی شما نهادهای صنفی رو مقصر یا دخیل نمیدونید در این ماجرا؟ ببینید تو ایران نهاد صنفی شوخیه. شما تصور کنید که ما یک نهادهای صنفی، شما نهاد صنفی بخواید مثلا کانون نویسندگان ایران، حتی تو خونه‌شون هم نمیتونن جلسه بذارن. یعنی اینه که خب نویسندگان هم یه صنفن دیگه، خب چرا نویسندگان کانون صنفی ندارن؟ حالا کارگران بحث خودشو داره که زندانی میکنن، معلمان نهاد صنفیشون، دبیر کل نهاد صنفیشون تو اوین با من هم بود. میخوام بهتون بگم که نهاد صنفی به اون معنا خانه سینما بالاخره یک نهاد صنفی دولتی حکومتیه، یعنی آنچنان استقلال، نه اینی که آدمایی که توش هستن، و من نمیخوام با آدما کاری داشته باشم، بعضیشون از نزدیک میشناسم، خیلی انسانهای شریفی هم هستن، ولی خود نهاد نهادی نیست که بتونه مستقل باشه و تصور کنیم یک نهاد مستقل. اساسنامه‌اش این اجازه رو بهش نمیده، اصلا اساسا زیر نظر وزارت ارشاد، مثلا که خانه سینما یا حالا سازمان سینمایی که حالا بحث خودشو داره. این خود ما نداریم، عملا ما نهاد صنفی مستقل در سینمای ایران نداریم متاسفانه. بسیار عالی، نهاد صنفی نداریم به نظر آقای عزیزی. آقای مقصود لو، فکر کنم که دیگه فیلمسازان و تهیه کنندگان مستقل در ایران به سختی ها و مشکلات مراحل تولید در ایران عادت کردند. اما مقوله پخش یک فیلمی که ساخته میشه توسط یک فیلمساز به پدیده بدل شده که هنوز هنرمندای این حوزه با اون ظاهرا کنار نیومدن. شما پخش فیلم در ایران رو در مقایسه با کشورهایی که تجربه کردید چگونه میبینید؟ آیا این حوزه پخش هم دو ببینید آقای بله آقای عباسی، اصلا پخش در فیلم، ببین در ایران قانون وجود نداره، ضوابط معینی در پخش و نمایش فیلم وجود نداره. یکی از مشکلات سینما در ایران عدم امنیت سرمایه گذاره، یعنی سرمایه گذار نمیتونه بیاد یه پول هنگفتی بذاره از هفخان رستم رد بشه، با یه کارگردان خوب یک فیلمی رو بسازه و این فیلم اجازه نمایش میگیره. وقتی میاد تو سینما 20 نفر فقط، شما حساب کنید 20 نفر اگه برن یک روز جلو سینما بگن این فیلم ضد مذهب، ضد دولت، ضد شعار بدن، فیلمو میکشن پایین و اون سرمایه از بین میره. همین امروز دیروز در روزنامه خواندم که گروهی از اصولگرایان عضو مجلس با وزیر ارشاد ملاقات کردن و فوری فیلم اکسیدان کشیدن و اون فیلم دیگری رو از پرده پایین. یعنی دو نفر اومدن از مجلس گفتن آقا این فیلمو بده، اینا چی شما میذارید؟ همین اینا کشیدن پایین، یعنی هیچ گونه ضوابط، و اعلام کردن که بسیار ما دیگه با شدت و ارزشیابی و نگاه کردن به فیلم و نظارت و بالا میبریم. یعنی هیچ گونه قوانین مدونی وجود نداره که شما رو بر اون تکیه کنید و سرمایه گذاری کنید. در چه فیلمساز مستقلی که از حمایت دولت برخوردار نیست و نگاهش رو نگاه بیخود ناخود نگاه ناخودی نگاه میکنن و ایدئولوژیک نیست و میخواد یک فیلمی با یک بیانیه جهانی انسانگرایی بسازه یا هر چیزی که فیلم پروپاگاندا یا تبلیغاتی نباشه و مستقل باشه، حمایت نمیشه. یک سرمایه‌دار خارجی هم نمیتونه بیاد، یک کسی دیگه که مستقلا نمیاد پول بذاره برای این آدم سرمایه بذاره فیلم بسازه، برای اینکه نمیتونه حساب بکنه که این وقتی فیلم تموم شد چگونه سینما پیدا میکنه و حتی اگه اکران شد چگونه میتونه به فروش خودش به حیاتش ادامه بده که پولش برگرده. سینما هنر و صنعت، سرمایه بسیاری میخواد، نمیشه باش بازی کرد. سینما در حال زوال در ایران، متاسفم. سپاسگزارم آقای مقصود. آقای عزیزی در یک دقیقه لطفاً به ما بگید شما در نوشته‌ها و نقدهاتون در بسیاری موارد به حضور آقازاده‌ها در حوزه هنر به ویژه سینما اشاره کردید، در صحبت‌هاتون هم گفتید، آیا واقعاً حضور اونها باعث این روابط ناسالم در تولید و پخش سینما میشه؟ اگر کوتاه بگید ممنون میشم. بله، حالا حضور آقازاده ها را که باید ساعت ها کوتاه در یه دقیقه نمی گنجه، ولی حضور آقازاده ها در تمام صنایع از جمله صنعت سینما خیلی پررنگ وجود داره، میشه تک تک اسپورت سابقه شون رو گفت که از کجا آمدن، چه کار کردن، تو چه صنعت دیگه ای هستن و کجاها دارن یک فعالیت اصلیشون مثلا
از صنف طلافروش بگیر تا صنفای دیگه، یعنی که فعالیت اصلیشون ممکنه اونجا باشه، ولی ناخونکی هم به سینه ها میزنم. ببخشید من فقط میخواستم یه نقطه هم اشاره کنم که از حرفای من وقتمون به پایان رسید. آقای عزیزی سپاسگزارم. به پایان برنامه افق نو امشب میرسیم. از آقایان بهمن مقصودلو و مصطفی عزیزی سپاسگزارم که دعوت ما رو برای حضور در برنامه پذیرفتند. از شما نازنینان بیننده هم ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودید.